ابتدا سینی فر رو با روغن چرب بکنید. سپس کاغذ شیرینی پزی رو داخل سینی فر بذارید و روی کاغذ رو هم با روغن کاملا چرب بکنید و سینی رو کنار بگذارید. گردوها رو داخل تابه‌ای ریخته روی حرارت گاز اجازه بدید تا گردوها رست بشن تا زمانی که بوی گردوها در بیاد. بعد از اینکه گردوها رست شدن و بوشون در اومد، گردوها رو تو ظرفی بریزید، پهن کنید و اجازه بدید کاملا خنک بشه. بعد از اینکه گردوها خنک شدن، گردوها رو داخل دستگاه آسیاب بریزید. بیکینگ پودر رو به گردوها اضافه بکنید و گردوها رو آسیاب کنید. دقت کنید گردوها نباید خیلی آسیاب بشن جوری که کاملا له بشن. وقتی که گردوها کاملا خرد شدن و بافتشون به صورت تیکه‌ای در اومد کافی هستش. گردوها رو کنار بگذارید. سفیده های تخم مرغ رو داخل ظرفی بریزید و با سرعت آروم شروع به هم زدن سفیده ها بکنید. برای اینکه به ابری شدن سفیده ها کمک کنیم، میتونید از 1/8 قاشق چایخوری پودر یا کریم تارتار استفاده کنید، ولی حتما این نیست که اگر ندارید میتونید استفاده نکنید. بعد از اینکه سفیده ها کف کرد، شروع به اضافه کردن زایلیتول که جایگزین شکر هستش بکنید. در رابطه با زایلیتول توی ویدیو قبلی توضیح دادم کاملا که بسیار جایگزین مناسبی برای شکر هستش. لینک ویدیوی مربوط به زایلیتول رو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو میذارم. بعد از اینکه شکر رو به سفیده اضافه کردین، سرعت همزن رو بالا ببرید و به همزدن ادامه بدید تا سفیده ها کاملا ابری بشه. بعد از اینکه سفیده ها کاملا ابری شدن، در ظرف رو بذارید و سفیده ها رو کنار بگذارید. داخل ظرفی جداگانه به زرده تخم مرغ ها زایلیتول دوم رو اضافه بکنید و با همزن دستی انقدر زرده ها رو بزنید تا کاملا رنگشون روشن بشه. سپس گردوهای خرد شده رو به زرده ها اضافه بکنید و کاملا مخلوط بکنید تا یک دست بشه. سپس از سفیده ها حدود 2 قاشق بزرگ سفیده به داخل زرده ها اضافه کنید و مقداری هم بزنید تا مایه زرد روون بشه. بعد از اون کل مایه زرد رو داخل سفیده ها اضافه بکنید و به صورت آروم و دورانی هم بزنید تا مواد کاملا با هم مخلوط شده و یک دست بشه. بعد از هم خوردن، مواد رو روی سینی فری که از قبل چرب کردیم ریخته و کاملا صاف و یک دست بکنید. مقداری سینی فر رو به زمین بزنید تا حبابای داخلش گرفته بشه و در فر 180 درجه سانتیگراد برای مدت 10 الی 12 دقیقه بذارید تا کاملا رولت پخته بشه. بعد از بیرون آوردن رولت، روی رولت رو به همون شکل که داغ هستش یک کاغذ شیرینی پزی دیگه بکشید و به صورت برعکس رولت رو از داخل سینی بیرون آورده و روی سطحی پیاده کنید. به صورت آروم کاغذ شیرینی پزی رو از ته رولت بردارید. این رولت بسیار لطیف هستش و دقت بکنید که ممکنه ترک بخوره و یا در زمان برداشتن کاغذ رولت پاره بشه. بعد از اینکه کاغذ رو برداشتید، با کاغذ زیری شیرینی پزی رولت رو لوله بکنید و روی سطحی بذارید تا کاملا رولت خنک بشه. در این مابین ما خامه رو آماده میکنیم. من از 300 گرم خامه دبل کریم که خامه تازه و فرش هستش که شما میتونید از همون خامه صبحانه هم استفاده بکنید استفاده کردم. به این خامه 2 قاشق بزرگ غذاخوری خامه با درصد چربی بسیار بالاتر هم اضافه کردم، ولی حتما این نیست که این کارو بکنید، همون خامه معمولی رو هم اضافه کنید کافی هستش. شروع به هم زدن خامه کرده تا خودش رو بگیره. در بین هم خوردن پودر زایلیتول رو که به صورت خاک قندر آوردیم رو اضافه بکنید که ویدیوش در قسمت توضیحات ویدیو گذاشته شده. در حین هم خوردن خامه 3 قاشق غذاخوری الی 6 قاشق غذاخوری قهوه دم شده به خامه اضافه کنید و مخلوط بکنید. دقت کنید زیادی قهوه اضافه نکنید، چون مایع قهوه میتونه باعث شل شدن خامه شما بشه.
بعد از اینکه خامه کاملا خودش رو گرفت، مقداری خامه رو داخل قیف پلاستیکی داخل یخچال بذارید برای تزیین. رولت رو باز بکنید و داخل رولت رو کاملا با خامه بپوشونید. دقت کنید خامه زیادی نزنید، وگرنه رولت میتونه ترک بخوره، چون خیلی رولت لطیفی هستش. بعد از صاف کردن خامه داخل رولت، رولت رو دوباره لوله بکنید و سر و ته رولت رو با چاقو برش بدید و سپس روی رولت رو با قیفی که قبلا خامه داشتیم تزیین بکنید. رولت رو داخل یخچال بذارید تا کاملا خودش رو بگیره و بعد از این مدت میتونید رولت رو اسلایس کنید، ببرید و سرو بکنید.